جک پاسدار زن که شاهد صحنه بود وقتی برگشت روحیش رو کاملا از دست داده بود. با رنگ پریده به من گفت ژاله و گیتا اصلا فکر نمی کردن برای ادامه میرن. تا آخر همچنان می خندیدن. ژاله وقتی به زمین افتاد هنوز نمرده بود. رفتم بالای سرش، لبخند زد و با انگشت شقیقش رو نشون داد و اشاره کرد تا تیر خلاص رو اونجا بزنم. نرگس آخرین نفری بود که اعدام شد. شلیک ها به اون نخورد و او با صدای بلند فریاد زد چرا شلیک نمی کنید؟ مهدی تقی‌خانی رئیس زندان با دستپاچگی گفت الان می زنم، صرف کن. برجی بدل به فوج هزاران پرنده شد، در دور دست شب خاموش شد چراغی و تاریک شد کسی، بیدار شد ستاره و خورشید زنده شد. شب قبل از اعدام نرگس به عاطفه اجازه دادند که اون رو ملاقات کنه تا بلکه بتونن روحیه هر دوشون رو در هم بشکنن. ولی عاطفه نرگس و سایر خواهرانی رو که قرار بود اعدام بشن به مقاومت تا آخرین لحظه فراخوند. بعد هم عاطفه رو زیر فشار شکنجه و بازجویی قرار دادن، دنده ها شکست و مبتلا به بیماری های زیادی شد. رشقیمان خمینی عاطفه رو یک سال بعد از شهادت خواهرش نرگس، در حالی که بیش از 7 ماه در سلول انفرادی به سر برده بود، به همراه مجاهدین شهید، اعظم برازش و افسانه جلالی به طرز فجیعی به دار آویختند. جلادان خونریز اعظم و عاطفه رو به صورت الاکلنگی توسط سیمبوکسل دار زدند، به طوری که دور گردن هر دوی اونها تکه تکه شده بود. و به این ترتیب روز 11 مرداد سال 62 با خون این زنان مجاهد سرخ فام شد. در یکی فریاد زیستن، پرواز اسیانی فواره‌ای که خلاصیش از خاک نیست و رهایی را تجربه می کند، و شکوه مردن در فواره فریادی. زمین دیوان آسا با خیش می کشد تا باروری را دست مایه ای کند که شهیدان آسیان یارانند، که باروری را بارانند باراورانند. فریادی شو تا باران، وگرنه مرداران.